سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید در هر کجای این گیتی پهناور که هستید. دوستان عزیز، این روزها صحبت انتخابات های پیش روه و همینطور که در جریان هستید، شورای نگهبان چند روز پیش در یک حرکت بی سابقه 60% از کاندیداها رو رد به صلاحیت کرد، یعنی همه کاندیداهایی که وزارت کشور آقای روحانی صلاحیتشون رو تایید کرده بود. و ما شاهدیم که روز به روز و سال به سال فیلتر شورای نگهبان تنگ و تنگتر میشه، تا جایی که کسانی مانند آقای علی مطهری هم رد صلاحیت میشن. در همین ارتباط از آقای حشمت الله تبرزدی دعوت کردم که در برنامه امشب ما شرکت داشته باشن. آقای تبرزدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. منم از شما سپاسگزارم. به عنوان اولین سوال، آقای تبرزدی، همینطور که خدمت شما و بینندگان عرض کردم، شورای نگهبان 60% کاندیداها رو رد صلاحیت کرد و اینها کاندیداهایی بودند که وزارت کشور صلاحیت اونها رو تایید کرده بود. این تناقض آشکار و به این عظیمی میان این دو نهاد مجلس خبرگان و وزارت کشور رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من صحبتم بر سر اینه که پایه کار اشتباهه، پایه کار کجه. برای اینکه وقتی که تعیین صلاحیت کاندیدا به جای اینکه در دست احزاب یا مردم باشه، در دست حکومت قرار میگیره، اون وقت حکومت بسته به این که شورای نگهبان و وزارت کشور در چه وضعیتی باشن. البته شورای نگهبان که همواره در یک جهت بوده، اونم قلقم، وزارت کشور هم اگر دست اعتدالی باشه یک کمتر قلقم میکنه، ولی قلقم میکنه. همین وزارت کشور هم بیش از 800 نفر رو رد کرد، مخالفین رو هم رد کرد. و اگر که دست احمدی نژادی باشه، اونم بیشتر قلقم میکنه، یعنی کمتر و بیشتر میکنه. چرا؟ برای اینکه پایه کار غلطه. نبایستی که تعیین صلاحیت در دست حکومت باشه. حکومت فقط و فقط باید یک دستگاه اجرا کننده انتخابات باشه و انتخابات رو در اجرا به گونه ای برگزاری کنه که انصاف و برابری و عدالت برقرار بشه. اما اگر شما کارو بدی دست حکومت، چیزی که جمهوری اسلامی الان داره، بگی که کاندیداها رو هم تعیین کن، کاندیدا رو دارن تعیین میکنن، 12500 نفر 600 نفر ثبت نام کردن، از این 12500 600 نفر رو تو دو مرحله و به ویژه در قلقم شورای نگهبان آمدن اینا رو ریختن، گفتن خب حالا به این 3000 تا مثلا شما رأی بدید. این کار اشتباهه، پایه کار اشتباهه. و چون در قانون جمهوری اسلامی هم این مسئله نظارت استثنایی آمده، متاسفانه تیغ و تیزش در دست شورای نگهبان که تمام مخالفین رو قلقم کنه، تمام منتقدین. حالا ما مخالفین رو که اصلا اسممون رو در لیستشون نگردن، ولی اینها در واقع منتقدین سیاست های موجود رو هم قلقم کردن. این کاریست که شما ریش و قیچی رو دادید دست حکومت، دست شورای نگهبان، گفتید که هم نظارت کن، هم اجرا کن، هم داور باش، هم نمیدونم نظر نهایی رو بده. خب همین نتیجهش همین فساد میشه که الان اتفاق. آقای تبرزدی، ما نظارت رو در همه کشورهای دیگه داریم، به البته زیر نظر احزاب، به نحوی که خب احزاب اشخاص و کاندیداهای خودشون رو، صلاحیتشون رو مورد بررسی قرار میدن و اونا رو معرفی میکنن به مردم برای رأی دادن بهشون. ولی در ایران این نظارت که نظارت استثوابی نام داره کاملا اعتقادیه، یعنی شما اول باید مسلمان باشی، بعد التزام عملی به اسلام داشته باشی، بعد معتقد به ولایت فقیه باشی و التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشی، معتقد به رهبری باشی و التزام عملی به رهبری داشته باشی، و بعد یک شخصی مانند آقای علی مطهری که همه این ویژگی ها رو داره میاد اینجا و رد صلاحیت میشه.
تنها به این دلیل که خب این آقا میگه که من در یک مواردی به نظرات رهبری انتقاد دارم. و ما میبینیم که یعنی تمام کسانی که توسط شورای نگهبان صلاحیتشون تایید میشه، خب اینا همه همشکل و همجورن. یعنی رأی مردم فقط جنبه سلیقه‌ای پیدا میکنه اینجا. یعنی خب من از لهجه این کاندیدا خوشم میاد یا من از شکل این کاندیدا خوشم میاد یا نمیاد، یعنی به این صورت میشه. شما این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، انتخابات به معنای واقعی کلمه این هستش که رای دهندگان آزاد باشن از سوی هیچ قدرت و فرد و حکومت و گروهی برای انتخاب این یا اون نه زیر فشار قرار بگیرن و نه محدود بشن، آزاد باشن. در واقع آزادانه رأی خود را به فرد مورد نظر بدهن. این فرد مورد نظر خودشون باید تعیین کنن. الان در جمهوری اسلامی این قاعده وارونه شده. یعنی به جای اینکه معیار آرای مردم باشه، آقا اگر کسی بزهکار بود، خلافکار بود، دزد بود، کلاهبردار بود، در دادگاه صالحه تایید شده بود که این بزهکاره، خیلی خوب، این نمیتونه باشه. حالا احزاب یا گروه ها مثلا 500 نفر از شهروندان که نمیان یه بزهکار رو تایید کنن، بلکه میاین از بین افرادی که هستن که اینها دغدغشون مسائل عمومی، رفاه عمومی، پیشرفت اجتماعی، پیشرفت همه مردم هست، میان افرادی رو ارائه میدن. مثلا فلان حزب چپ یا راست میگه من تونستم این 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر رو پیدا کنم که نسبت به بقیه افراد دیگه با برنامه بهتر، با فکر بهتر، با وقت بهتر، با سرمایه اجتماعی بیشتر میتونن مردم به شما خدمت کنن. میخواید به این رای بدید، میخواید ندید. اون وقت شرکت کننده ها در جامعه های پیشرفته و دموکراسی پیشرفته چون به احزاب اعتماد دارن، اصلا رفتارشون رفتار حزبی تشکیلاتیه، میگن خیلی خوب، حزب من آمده این صد تا رو تایید کرده، من به این صد تا این تعدادش یا به همش به تعدادش رای میدم یا نمیدم. الان مسئله این شده که جمهوری اسلامی کاری رو که حزب ها باید انجام بده، امروز آقای روحانی هم همین رو گفته بود، گفته بود که در دنیا کاندیداها هم، بله در دنیا هم فیلتر هست، اما تعیین صلاحیت به وسیله احزابه. خب یه جاهایی هم که احزاب نیست، توسط جمعی از مردمه. یعنی یه کاندیدا تعدادی پشتوانه مثلا 500 نفر داره، اینها تایید میکنن، این میشه کاندیدا. در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میگه کاندیدا رو من تعیین میکنم، من تایید یا رد میکنم، بعد اونایی که من پسندیدم و فرم معینی بود به قول شما همشون یه جور فکر میکردن، همشون یه حرف میزدن، اینا به شما معرفی میکنن، شما از تو اینا دوستایی در کنون انتخاب کنید. ببینید 4000-5000 ما تایید کردیم، 4-5000 نفر خیلیه، شما بیاید. در صورتی که یکی از مسائل اصلی انتخابات در ایران امروز این استش که کاندیداهای واقعی، شخصیت‌های واقعی اصلا پا پیش نمیگذارن. یعنی شما اپوزیسیون‌هایی که جمهوری اسلامی اینا رو قلق و غم کرده، سرکوب کرده، به دلیل همین سرکوب، به دلیل همین بی‌اعتمادی که هست، به دلیل همین که انتخابات رو دموکراتیک نمیدونن، اصلا جلو نمیان. و چون جلو نمیان اصلا دیده نمیشن. اینایی که جمهوری اسلامی داره قلق و غم میکنه، اکثریت 90-95% مال جمهوری اسلامی هست. مثل ماها که در همبستگی هستیم، از 60 تا عضو همبستگی ما 5 نفر اومدن ثبت نام کردن، اون 5 نفر ثبت نام اصلا در لیست ثبت نامشون وارد نکردن. اونایی که وارد کردن و هیئت اجرایی رد کرد، هیئت اجرایی هم اومد مخالفین مثل مال نهضت آزادی، مثل آقای علمی، مثل آقای شعله‌سدی، اینها هم رد کرد دیگه. یعنی عده مخالفین جمهوری اسلامی، منتقدین جمهوری اسلامی حتی. پس اون چیزی که مون و شورای نگهبان قلقم هم کردن، همه همین اصلاح طلبایی هستن که جمهوری اسلامی قبول دارن. یعنی اینقدر این، یعنی اینقدر این فیلتر تنگ شده که دیگه اینها طرفداران جمهوری اسلامی رو هم قلقم کردن و جای هیچ گونه بحثی باقی نگذاشتن متأسفانه.
آقای تبرزدی، شما و دوستانتون یک حرکتی رو پایه‌گذاری کردید و اون برگزار کردن یک انتخاباتی موازی با انتخاباتی که نظام حاکم بر ایران برگزار میکنه و این یک انتخابات آزاد و دموکراتیک هست و به هر حال این اولین باره که در ایران چنین حرکتی پایه‌ریزی میشه در اصل و خب سنجش نبض جامعه است به نحوی. من میخواستم در این ارتباط برای بینندگان ما شما خودتون توضیح بدید و چگونه این انتخابات برگزار میشه. ببینید، تا کنون ما دو راه بیشتر در پیش نداشتیم. یکی این که در همین انتخابات غیر آزاد، غیر دموکراتیک، تحقیر آمیز، استثوابی شرکت کنیم، که خب ما شرکت نمی کردیم. من شخصا از سال 76 دیگه در انتخابات های جمهوری اسلامی شرکت نکردم، دوستانم شرکت نکردن و طیف هایی که با هم کار میکنیم شرکت نکردن، برای اینکه اصلا انتخابات رو قبول نداشتیم، دموکراتیک نمیدانستیم. حالا قبلش هم اگر شرکت میکردیم اشتباه میکردیم. خدمت شما عرض کنم که یک راه این بود که ما بگیم خب چون انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست و اصلا ما این جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، برگزار کننده انتخابات رو ما قبول نداریم، پس چه انتخاباتی؟ ما شرکت نمیکنیم و نمیکردیم. یک راه هم این بود که در همین انتخابات استصوابی شرکت کنیم، که خب این راهی است که بخشی از مردم انتخاب کردن. البته من اینجا خدمت شما بگم، بخشی از مردم ایران همواره شرکت کردن، بخشی از مردم ایران تحریم کردن. دوستانمون در همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از 7 سال پیش برنامه داشتن برای این نحوه از شرکت که با سرکوب و زندان و اینها ما روبرو شدیم و تونستیم اخیراً بخشی از اون رو پیاده کنیم، و اون این که در مرحله اول اعلام کنیم ما ثبت نام می کنیم در فرمانداری ها، اما این ثبت نام به معنای تأیید و پذیرش ضوابط غیرقانونی جمهوری اسلامی نیست. پر کردن فرم تفتیش عقیده رو ما قبول نداریم، ملاک سن و سال رو قبول نداریم، فوق لیسانس رو قبول نداریم، و ثبت نامی که انجام دادیم با رعایت این مسائل بود که اصولا جمهوری اسلامی ما رو در لیست ثبت نامی وارد نکرد، اما همه دیدن که ما ثبت نام کردیم و در فرمانداری هم ما ثبت شد ناممون تو اون مرحله اول. خب این گام اول بود، ما اعلام کردیم که ثبت نام کردیم، تأیید صلاحیتمون رو از مردم میخواد. به چه شکل؟ فرمول اینه، یا احزاب همینطور که عرض شد، حتی رئیس جمهور اسلامی خودشون هم اعلام کرده که احزاب در دنیا تعیین صلاحیت میکنن، یا در وضعیت فعلی کشور ما که حزب قدرتمند رو نذاشتن که وجود داشته باشه، همه رو سرکوب کردن، 500 رأی از حوزه انتخابیه، مثلا من در تهران 500 نفر تایید کردن من رو، من اعلام کردم کاندیدا هستم. آقای دکتر باوند، آقای زعیم، آقای ایسخان آتاییم و آقای مفتیزاده، 5 نفر همینجوری تایید شدن. این و کاندیداهای دیگری هم که دارن میپیوندن، اونهایی که ثبت نام کردن و به هر شکلی یا مثل ماها یا پس از هیئت اجرایی یا پس از رد صلاحیت شورای نگهبان اینها رد شدن، به هر شکلی اینها هم دعوت کردیم که بپیوندن از شهرهای مختلف، هر کدوم ولی باید 500 امضا، 500 تایید کننده داشته باشن، اینا میشن کاندیداها. این مرحله اول و گام اولی است که ما دقیقا بر پایه عرف بین الملل عمل کردیم. گام دوم تأسیس صندوق موازی است. البته من عرض کنم ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، امکانات زیادی میخواد، میدانیم که الان این کار آنگونه که باید عملی نیست، اما یک فراخوان است، یک امتحان است که ما تحریم کننده های انتخابات یا حتی اونهایی که در انتخابات به اجبار شرکت میکنن، بین بد و بدبر مجبورن که برن مثلا به قول خودشون بد رو انتخاب کنن، دعوت میکنیم که بیاییم در این صندوق رأی بریزیم و رأی ما به حساب بیاید و ما به دنیا بگوییم. البته این خیلی کار داره، خیلی مشکلات داره، نیاز به حمایت همه جانبه هموطنانمون داره که الان بخش کمی از مردم اطلاع دارن، اصلا اطلاعات خیلی کمه در ارتباط این کاری که ما داریم میکنیم، و اگر همه بیان و با هم بپیوندیم تبدیل به یک وزن اجتماعی میشیم، یک نیروی اجتماعی میشیم، یک نیرویی که
چندین هزار رأی پشت سر خودش داره و بعد به سازمان ملل مراجعه میکنیم. آقای سازمان ملل، مسئولین سازمان ملل، نهادهای حقوق بشر، در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست، ما نمیتوانیم شرکت کنیم، ناگزیر باید به این گونه شرکت کنیم، شما بیایید ببینید، تایید کنید یا حکومت رو وادار کنید، نپذیرید هر کاری که حکومت میکنه. بنابراین این کاری که به اسم صندوق های موازی، انتخابات موازی داره اتفاق میفته، متکی هست بر حمایت های عمومی. من یه برنامه داشتم با شبکه جهانی کلمه از هم میهنان اهل سنت، اونجا من این رو گفتم، گفتم ما از هم میهنان اهل سنت، از دراویش، از بهایی، از اقوام گوناگون ایرانی، از طبقات گوناگون اجتماعی، از زنان، معلمان، کارگران، همه اینایی که در جنبش های مطالبه محوری اجتماعی با هم حرکت میکنیم دعوت میکنیم و انتظار داریم بیان و حمایت کنن، برای اینکه این حرکت پشتوانه است برای حمایت از جنبش اجتماعی، حمایت از حقوق زندانی ها و خواهان آزادی کلی زندانی ها شدن. وقتی که میگوییم نه به اعدام، با این پشتوانه میگیم نه به اعدام، میگیم آقا ما میگیم اعدام باید لغو شود. چرا؟ چون این نیروی بزرگ اجتماعی میخواهد که لغو شود، ما حرف یک نفر دو نفر نیست. ما به نه به حجاب اجباری میگوییم، نه به تبعیض میگوییم، نه به شکنجه میگوییم، این با این پشتوانه. بنابراین این پشتوانه اگر باشد، هم میهنانمون صدای ما رو بشنوند، که من بعید میدانم که توی یک ماه و چند روزی دیگه بتونیم صدامون رو به طبقات زیادی از جامعه برسونیم، اما در بین نخبه ها میدانیم که آگاهن، از نخبه ها دعوت کردیم، دعوت میکنیم که بپیوندید، کمک کنید. شما دیدید یک کمپینی تشکیل شد نه به نظارت استثباتی، بسیاری از شخصیت های داخل و خارج کشور اون امضا کردن، در واقع امروز به چالش کشاندن نظارت استثبابی و طرح این بحث که کاندیدا باید از سوی مردم و احزاب تعیین شود نه از سوی حکومت، دو گامی است که خوشبختانه ما تا امروز احساس میکنیم برداشته شده و تا حدودی تونستیم افکار رو به سمت این خواسته ها جلب کنیم، اما این کافی نیست، مقدماتی است که با حمایت همه هم میهنان از گروه های مختلف اجتماعی، آزادی خواهان، مبارزین، اونهایی که زیر ستمن، اونهایی که مشکل زندگی در ایران دارن، کارگرها، معلمها، همه اینهایی که اعدامی دارن، خانواده های اعدامی، خانواده هایی که هر روز پشت در زندان ها هستن برای اینکه عزیزانشون رو اعدام نکنن، همه اونها اگر بیاین و حمایت کنن و با هم باشیم، می توانیم این طرح رو به اجرا برسانیم و گامی باشد برای دوره های آینده، برای ادامه مبارزات به عنوان یک آلترناتیو قدرتمند دموکراتیک. آقای تبرزدی، این حرکتی رو که شما آغاز کردید در حقیقت یک آینه از خواستهای جامعه است، چون با توجه به نظارت استثوابی هیچ موقع هیچ واقعیتی از نهاد جامعه از لحاظ آماری وجود نداشته و نخواهد داشت. من میخواستم ببینم شما در این حرکتی که آغاز کردید انتظارتون از مردم چیه؟ من عرض کردم خدمت شما، الان خوشبختانه ما توانستیم گامهای اولیه رو خوب بردانیم، به ویژه در مرحله اول با موجی از مخالفت ها ما روبرو شدیم که ثبت نام کردیم. خیلی از اپوزیسیون ها فکر کردن ما رفتیم که انتصابات جمهوری اسلامی رو تایید کنیم، به اینها مشروعیت بدیم، اما مشخص شد به مرور که نه، ما چنین برنامه ای رو نداریم، یک راه جداگانه ای داره طراحی میشه و خوشبختانه تا اینجا تا حدود زیادی شفاف شده. اما مهمترین مسئله ای که الان ما داریم این هستش که باید این پیام به آحاد شهروندان برسه. هر جایی که در شهرها مطلع شدن که چنین برنامه ای هست، فوراً آمدن امضا کردن، حمایت کردن، هزاران آمدن حمایت کردن از ماها، اما کافی نیست. بنابراین خواستی که، انتظاری که ما از همه هممیهنان داریم، بویژه از طریق گروه ها، ببینید مثلا این رسانه میتونه بخشی از دیدگاه ها رو نمایندگی بکنه و بخشی از جامعه رو پوشش بده. من میدونم
اونهایی که به با اعدام مخالفن، اونهایی که طرفدارای آقای طاهری هستن، اونهایی که طرفداران ستم دیدگان هستن، این رسانه شما پوشش میده. بخشی رو اهل سنت پوشش میدن، بخشی رو حقوق بشری ها پوشش میدن، بخشی رو نمیدونم کردها و اقوام ایرانی پوشش میدن. هر کدوم از این رسانه ها یه بخشی از جامعه رو پوشش میدن، لذا به نحوی نمایندگی دارن از سوی اونها. و اگر این رسانه ها، این نخبه ها، این گروه های برگزیده اجتماعی از طبقات خودشون، از لایه های پایین تر دعوت کنن که به این کار بها بدهید و حمایت کنید، آنگاه حمایت میکنن. یعنی یک گفتمان قدرتمندی ابتدا میبایستی که در اپوزیسیون و در بین گروه های مختلف اجتماعی از آزادیخواهان، از عدالتخواهان، از مخالفین با اعدام، از مخالفین با تبعیض مذهبی، تبعیض قومی، تبعیض زبانی، تبعیض جنسیتی، این گفتمان که شکل بگیره میتونه اثرگذار باشه. زمان زیادی هم نداریم متاسفانه، ما 35-6 روز دیگه تا هفته اسفند بیشتر فرصت نداریم. میبایستی که این راهکار به مردم معرفی بشه، کاندیداها از سراسر کشور ثبت نام کنن با اون 500 نفر و پس از اون در یک دوره معین اعلام خواهد شد که همگانی که میخواهند آرا رو به این صندوق ها به کاندیداهای خودشون بدن. بنابراین کار طولانی است، کار سختی است، اما اگر ما به این دلیل، جناب بهشتی ببینید، یکی از ویژگی های این برنامه این هستش که ما نمیخوایم مردم به خطر بیفتن، نمیخوایم مردم برن توی خیابون مثلا مخالفت کنن، تظاهرات کنن، دستگیر بشن، سرکوب بشن، اصلا این هزینه نداره خوشبختانه. ما فقط میخواهیم با یک جنبش مدنی از مردم این درخواست رو کنیم که بیایید و ثبت نام کنید و رأی بدهید، با این تضمین که نام و مشخصات رأی دهندگان هیچ جا مطرح نخواهد شد مگر آن که سازمان ملل تحت شرایط خاصی بخواهد که راست آزمایی کند که مثلا این حجم از مردم ایران رأی دادن. در اون صورت برای راست آزمایی ممکن به مجامع بین المللی ارائه بشه، وگرنه نام و مشخصات رأی دهندگان به هیچ عنوان بیان نخواهد شد. با اطمینان بتوانند رأی بدهند، با حمایت از این کار اون جنبش اجتماعی رو به وجود بیارن. من یه نکته رو عرض کنم در مبارزات دموکراتیک مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از مهمترین مسائل این هستش که شما برای هر خواسته ای که مطرح می کنید یک پشتوانه داشته باشید. اگر شما می گویید نه به اعدام، می بایستی که نیروی اجتماعی داشته باشید که اون نیرو بتواند این نه به اعدام را محقق کند. یعنی بخشی از اون بیاد مخالفت کنه، بخشی از اون رایزنی کنه، رایزنی با خارج، با سازمان های بین المللی، حتی رایزنی با نمایندگان فعلی حکومت. همونطور که در مجلس الان شما دارید میبینید 60-70 تا از نماینده های مجلس آمدن نامه نوشتن گفتن اعدام رو از مواد مخدر رو اینجور مسائل حذف کنید. خب این یک کاری است که جنبش نبه اعدام در 3-4 سال اخیر انجام داده. این جنبش اجتماعی است که افکار رو میسازه، آگاهی بخشی میکنه، شبکه اجتماعی رو به هم وصل میکنه، تبدیل به یک فورس یا یک نیروی اجتماعی میشه و فشار میذاره بر حاکمیت های غیر دموکراتیک و اونها رو وادار میکنه که تن بدن مثلا به نه به اعدام یا مثلا حجاب. همین گشت های ارشاد مگر کم مردم رو زدن؟ کم دخترها رو زدن؟ کم شلاق زدن؟ کم آزار و اذیت دادن؟ هنوزم البته هست، اما الان به شدت چند سال پیش نیست. برای چی؟ برای اینکه جنبش اجتماعی نه به حجاب اجباری را افتاد. لذا جنبش اجتماعی، فرص اجتماعی باید تشکیل بشه تا بتواند خواسته ها، شعارها رو گام به گام محقق کنند. این چیزی که امروز برای در واقع نه به نظارت استصوابی مطرح شده و تأکید بر تأیید صلاحیت از سوی خود مردم و نه حکومت، این حرکتی که امروز ایجاد شده اگر تبدیل به یک فرص اجتماعی بشه، قطعاً ما در مراحل بعد میتونیم به بخش زیادی از خواستهای خودمون برسیم.
من نمیگم تو همین مرحله موفق میشیم یا توی 2 سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری یا مثلا در جنبش نوه اعدام قطعا موفق میشیم، چون ما میخوایم این فورس اجتماعی، این جنبش اجتماعی رو در واقع فقط برای مثلا انتخابات استفاده نکنیم، فورا بیاریم بذاریم پشت نوه اعدام، فورا بیاریم بذاریم پشت نوه حجاب اجباری، فورا قرار بدیم پشت نوه تبعیض. همون جنبش اجتماعی که در ایران وجود داشته تا سالیان گذشته، این گام انتخابات موازی در واقع مرحله از همون جنبش است و از اون جدا نخواهد. آقای تبرزدی سپاسگزارم از شرکتتون در این برنامه. قربان شما، منم از شما سپاسگزارم. همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.